میهنان عزیزم، میدونم که امشب دور هم جمع شدید به یاد زادروز فرزند عزیزم شاهزاده رضا پهلوی و از صمیم قلب از همتون تشکر میکنم. بی اختیار برمیگردم به 60 سال پیش که مردم ایران چقدر در انتظار ولیعهدی بودند. یادم میاد روز 9 آبان اعلیحضرت منو با ماشین به بنگاه حمایت مادران بردن و من خودم میخواستم که فرزندم در اون بیمارستان به دنیا بیاد. در حدود چند دقیقه پیش از ظهر که فرزندم به دنیا آمد، اعلیحضرت به من گفتن میخوای بدونی چیه؟ گفتم بله. گفتن پسره، که من زدم زیر گریه. البته با تمام بچه هم همین شد، هم برا فرناز، هم علی رضا و هم لیلا. علازت رفتن بیرون که برن در سر مزار علازت رضا شاه کبیر که مردم چنان هجوم آوردن و دور ایشون رو گرفتن که اصلا ماشین رو بلند کردن، علازت نمیتونستن برن. بعد از مدتی که من از بیمارستان اومدم بیرون، جاده‌ای که میرفتیم پر از طاق نصرت فرش کرده بودن و مردم به هم شیرینی تعارف میکردن. الان یادم میاد که چندین سال بعد اون شعری که خوندن خیلی جالب بود، که رضا پهلوی بچه مولوی. خیلی از شماها یادتون هست، حالا من وارد جزئیات نمیشم، که ولیعهد از بچگی، از 2-3 سالگی تو مراسم مختلف چقدر قبول میکرد و آسون نبود، شرکت میکرد. بعد بزرگتر که شد به سفرهای خارج رفت و در خیلی مراسم واقعا شرکت کرد. بعد که تحصیلاتش در ایران تموم شد، رفت به آمریکا برای خلبانی یه پایگاه نیروی هوایی آمریکایی، که البته خلبانیایی که امشب میون شما هستن یادشون هست که ایشون چقدر علاقه داشت به خلبانی و از 16 سالگی سولو شد. بدبختانه و شوربختانه شورش 1357 ایشون در خارج بودن و مثل خیلی از جوانان دیگر زجر کشیدن، سختی کشیدن، بی‌عدالتی کشیدن، خیانت دیدن، ولی خوشبختانه با اخلاقی که داشت و دارد تلخی به دلش وارد نکرد و تمام این سالها در راه میهن و هم میهنانش آزادی ایران فعالیت کرد و هنوز هم این کار رو ادامه میده و آرزویش اینه که خودش برای خودش چیزی نمیخواد، ولی ایران دموکراسی داشته باشه، حقوق بشر، جدایی دین از حکومت، آزادی زنان، یک پارچگی ایران، و این از هر چیزی براش مهمتره. این روزو به خودش و خانواده عزیزش از صمیم قلب تبریک میگم و برایشون آرزوی سلامتی، موفقیت، پیروزی و خوشبختی دارم. بازم از همیهنانی که دور هم جمع شده اید سپاسگزارم.